بسم الله الرحمن الرحيم. من بيضامي لكتر يوزدهم بخش اولش image selection and image insertion بود. در بخش دومش میخواییم وقتی که record و image insert میکنیم قسمی که پیشتر کردیم میخواییم که اینجا یک data grid view داشته باشیم و record fetch بکنیم از database. اگر یادتان باشه ما record پیشتر هم fetch کرده بودیم، مگر مو یک طریقی آسان ترش بود که زیاد کنترول ما نداشتیم. ما تنها دیتا را سلیکت میکردیم و با دیتا گرید ویو دیتا سورس آسان میکردیم. کالوم کل کالوما و کل روای که از دیتا بیس سلیکت شده به همون نام و به همون به اصطلاح به همون ترتیب اینجا در دیتا گرید ویو ما می آمدن. به خاطر دیتا ویو ما مکمل بلانک مانده بودیم. امروز دیتا را فچ میکنیم و می خواهیم که یک کمی کستومایزد این کار بکنیم که کالوما را هم نظر به کالوما و سیکونس کالوما، نام کالوما را هم نظر به دل خود اساین بکنیم، نه که از دیتابیس بگیریم. به خاطر که ما معمولا در دیتابیس با کالوما قسم نام می دهیم which is not much useful to the user، با یوزر زیاد افیشن نمی باشه. قسمی که فرضاً ما اشتر نوشته کردیم IMG name، IMG your departments یا فون نمبر کنونشن، این نام ها بر یوزر زیاد مینینگ فول نمی باشه. سو ما می خواهیم که اینجا یک دیتا گرید ویو داشته باشم which should be customized. بعضی از کالما را می خواهیم انکلود کنم، بعضیش را نکنم و نظر به کستومایزیشن خود دیتا را فیچ بکنم. سو هاو کن ای دو دات؟ ما می آیم اولا به پروژکت خود و اینجا یک دیتا گرید ویو من می گیرم. سو فرست اف آل I'll take a group box و این گروپ باکس در این قدر یک ساحه میمانیم، برای یه نام میتیم فرزن پیش گروپ باکسی بود add teacher record. اگر برای این value بتیم در از teachers list بشکل در داخلش میخواییم که اینجا یک data grid view داشته باشم. so I'll select a data grid view and drop it here و ای را یک کمی در این ساحه منظم میکنیم به این شکل. خب پیشتر قسمی که ما گفتم، پیشتر که ما ریکارد را فچ میکردیم دیتا گرید ویو همه قسم خالی مانده بودیم، هیچ چیز با یه اد نکرده بودیم و فقط دیتا سورس از دیتا بیز کویری را سلیکت کرده بودیم، او را یک در دیتا تیبل انداخته بودیم و او دیتا تیبل به شکل دیتا سورس برای زی دیتا گرید ویو مانده بودیم. حالی میخواییم که کستومایز کنیم. یعنی چی؟ یعنی اینجا ما یک کستومایزد کالما ویت کالما وی چیزا را از خود داشته باشم. سو ما بالای دات کلیک میکنم و بالای ادیت کالمز میرم. کالمایی که میخواییم در دیتا گرید ویو برای ما نشان بده نیچه اضافه میکنم. اد نام کالم فرضاً من نوشته میکنم CLM ID، پیش از ID فرضاً CLM سیریل نمبر و هیدر کالم کی جبری ما دسپلی شوه در سیریل نمبر. این چیزا را ویزیبل رید آنلی این فروزن همه قسم میمانیم اد میکنیم، یک کالم اد شد. دوم فرضاً CLM نیم و ویلیوی که بری ما جا نشان بتا that should be like name اد با می ترتیب CLM phone number and there should be like phone number. بازم add می کنم از کالم ایمیل و value که در header نشان می دهیم ایمیل. next DOB I don't know whether that is date of birth or date, so I'll just take it DOB and date of birth. Bomi Shekel column gender wow. salary I'm jor mekonim bari departments I'm jor mekonim departments و برای remarks هم جو میکنیم. اوکی and اوکی به شکل کالوم ها رو ساختیم. خب این کالوم ها قسمی که
نظر بس دیفالت سایز خود گرفتن و جایی که خالی ماند را قسم خالی میمانه which is mostly not we want. ما به قسم نمیخوایم. ما کمی یارا الائن میکنم و ای دیتا گرید فیو و گروپ باکس هم یکم کالام میکنم. ما میخوایم که کالوما کل دیتا گرید فیو در بر بگیره، سازی خاطر می انتخاب میکنم و از اینجا آمده در پروپرتیز دیتا گرید ویو ما یک پروپرتی داریم به نام let me find it auto size columns و از اینجا آمده ما ویلیو فیل اپلای میکنیم. این مکمل گرید ویو با کالم فیل میکنم. دوم چیزی که میخوایم بکنیم این است که وقتی که اگر شما ببینین این را ما ستارت کنم وی فارم را باز میکنم به این شکل برای ما می آید. ما اینجا می تانیم که یک ریکارد ایج اضافه کنیم، انسرت کنیم، دیلیت کنیم which is not what we want. بخاطر از این که ای دیلیت بطن می زنم قسم شما دیلیت هم کده می تانیم. بخاطر از این که ایکوالی دیتا باید از دیتا بیز بیاید. اینجا در این فارم کسی را منیپولیت نکنه. سو ما چی کده می تانم که از اینجا اگر ما بیایم در این دات کلک کنم enable adding enable editing and enable deleting کلش کلوز میکنم. درست است؟ ولی کس نمیتونه که در اینجا در این دیتا گرید ویو منوالی ریکارد اد کنه. به خاطر اینکه ریکارد ها باید کنسیستنت باشن و از دیتابیس بیاین. درست است؟ دیگه اوکی دتس ایت فور ناو. ولی میخوایم که این دیتا را لود کنم. و این دیتا را چی وقت لود بکنیم؟ من اینجا یک بتن میسازم در این ساحه و برزی یک تکست میگم که فرزند show all records به شکل میگم وقتی که بالا ازیم کلیک کنم کل ریکارد از دیتا بیس گرفته دی دیتا گرید ویو برای ما نشان بدن. سو ال دبل کلیک آن ایت و اینجا کوری خدا میکنیم. فرزند ما اولا یک try catch بلاک میگیرم تا که اگر اکسپشن می آیا اپلیکیشن ما را بریک نکنه و ما پراپرلی ایرر را ببینیم اکسپشن را ببینیم. سو I'll take message box dot show and exception dot message. خب حالی کاری که می خواهیم بکنم اولا چیست در داخل اینی show all records بتن وقتی که بالایی ما کلیک می کنیم اولا میگم که یک query selection ما داشته باشم و او query را ما رن بکنم. So I'll firstly form a query string. For example, select query مساوی می شود. Select static from نام تیبل ما چی بود؟ اگر این جمع solution server explorer را آن کنم ما connection را جور کرده بودیم با database خود با tTable tbl teachers. درست است؟ میرا می پن میکنم select static from tbl teachers. این کویری را ما باید رن کنم. خب اگر بخوایم که کویری را رن کنیم ما کانکشن نیاز داریم. درست است؟ و کانکشن ما جور کرده بودیم در کجا؟ در my controls. اینجا شما ببینید ما یک متدی داریم با نام make connection. کانکشن را جور میکنم و برای ما ریتن میکنم. درست است؟ اینجا ما یک متدی دیگه هم داشتیم که برای ما یک کویری را رن میکرد. مگه فکرتان باشه یک چه قسم کویری بود؟ این کویری بود که کدام ریزلت سیت برای ما ریتن نمیکرد. درست است؟ بخاطر یک قسم کویری رن کردن ما این متد را ساخته بودیم. آلی متدی که کویری که ما میخواییم در این فرم رن کنیم او برای ما پس دیتا را سلیک کرده میتا. So we cannot use this method to run that query. ما اولا اینجا همین کویری را جور میکنم و رن میکنم بسانتر قسمی که پیشتر کرده بودیم یک کامن متد را میسازیم که هر سلیک کویری را برای ما رن کنه تا که ما بار بار ضرورت نداشته باشیم که او کار خود تکراری انجام بدیم. مگم برای حال ما همینجا کار را میکنم. فرزن اولا میخوایم که کانکشن را داشته باشم تا که کویر را رن کنم. سوال میه که کانکشن بخاطر کانکشن من نیاز دارم که ابجکتی کلاس را داشته باشم. ما یک ابجکتی را جور میکنم مای کنترلز. فرزن من نوشته میکنم کنترلز ابجکت از ایکوال تو نیو مای کنترلز.
اوبجکت کلاس ها که جور کردیم، در داخل کلاس متدی که برای ما کانکشن را جور میکنه و ریتن میکنه ما او را میگیریم. فرضاً ما یک SQL کانکشن انستنس را جور میکنم، con is equal to the controls object, controls will be here dot make con method bari mo connection return maker. It means that now I have my SQL connection inside this connection instance. درست است، اینجا ما ولی SQL connection خود دارم. ولی بالای این connection ما میخواهیم که query خود ران کنم. query را کران میکنیم ما ضرورت به SQL command داریم. So I'll write SQL command cmd is equal to new SQL command و با SQL command خود ما query و همچنان چی خود را پاس میکنیم query و connection خود را پاس میکنیم تاکه query را برای ما بالای او connection run بکنیم. خب اینجا ما اولا با SQL command query را پاس میکنیم که ما اینجا نوشته کردیم در select query variable خود. دوم کانکشن رو پاس میکنیم که اینجا در کانکشن ویریبل خوب داریم. آره اگر ما بخواهیم که ای SQL کماند را رن بکنیم و از اینجا دیتا را بگیریم و در یک دیتا تیبل ذخیره کنیم، ما یک قسمی که پیشتر گفته بودیم یک بریج کار داریم تاکه ای کارا را برای ما چی کنه، از SQL command دیتا را گرفته برای ما در یک دیتا تیبل پرده. او بریج ما چی میگیم؟ SQL data adapter میگیم. درست است؟ ما دیرکتلی بالا SQL adapter همی کویر رن کده میتانیم. درست او هم یک طریقه است. But I'll continue this way. فرضاً ما بریج SQL data adapter نام میتم که data adapter is equal to new SQL data adapter. درست است؟ برای زی حالی ما میتانم که SQL command خود پاس کنم cmd. درست است؟ ای SQL command که به SQL data adapter ما پاس کردم ای چی میکنه که از زی ده SQL command که ما query و connection رو داده بودیم برش او را run میکنه and it fills the SQL data adapter. حالی از SQL data adapter ما میتانیم که یک data table خود fill کنیم بخاطر که SQL data adapter might contain many data tables. درست است؟ ما یک data table را fill میکنیم. That is که ما یک instance data table را جور میکنم. Data table data tb is equal to new data table. و حالی میخواهیم که ای data table را که ساختیم از این جمع ای را ما توسطی ای data adapter خود fill کنم. درست است؟ سه چیزی مختلف است در اینجا کنفیوز نشین. یک SQL command است که اصلا چی میکنه؟ بالای کنکشن کوری ما رن میکنه. یک دیتا تیبل است که اینجا ما به شکل یک تیبل ما دیتا خود گرفته میتونیم. حالا اگر میخواهیم که SQL command کوری رن کنه و دیتا را به شکل یک دیتا تیبل برای ما ریترن کنه، یک چیزی که در بینش کار میکنه با شکل یک بریج، which bridge is between them is called data adapter. توسط data adapter ما کار کرده میتونیم. خب آره ای data table که ساختیم توسط ای data adapter ما فیل میکنم. چطور؟ که من نوشته میکنم که نام data adapter خود data adapter dot fill method داره. میخوایم فیل کنیم. چرا؟ data table خود data tb. That's it. حالی کل دیتا را ما در بینی دیتا تی بی دارم، دیتا تیبل دارم. از این دیتا تیبل ما میتونم که در کجا نشان بودم؟ در این دیتا گرید ویو. پیشتر که ما کاری کرده بودیم چی بود؟ که دیرکتلی با از این دیتا گرید ویو نام این دیتا گرید ویو ما چی بود؟ خب دیتا گرید ویو 1. Let me rename it. فرضاً من نوشته میکنم TPL teachers. بیشتر ما کاری که کرده بودیم این بود که وقتی که دیتا را ما در دیتا تیبل می گرفتیم بعدا مستقیما به چی روان می کردیم؟ دیتا گرید ویو که فرضاً ما نامش نوشته می کنم تیبل تیچرز دات دیتا سورس. ما دیتا سورس را دیفاین می کردیم و مستقیما دیتا تیبل برش اساین می کردیم. به این شکل.
This works. ای هم کار میکنه. اگر ما ران کنیم ای هم اگزکت همی کار خواهد کرد. مگر اینجا مشکل چی است که باز به این سیکونس و این کالوم ها رو نخواهد گرفت. به خاطر که کل دیتا تیبل ما با دیتا گرید ویو اساین کردیم. درست است؟ کستومایزیشن از بین میره. حالی ما چی میخواییم کنم؟ ما میخواییم که از این دیتا تیبل ما یک رو را بگیرم و به این دیتا گرید ویو خود اساین بکنم. به خاطر از او من میایم اینجا یک for each loop اپلای میکنم. for each چی؟ for each data row میخوایم که یک data row را بگیرم. item از کجا؟ از این data table. data table dot rows. for each loop شما میفهمین نه؟ از یک collection یک ریکارد گرفته دی variable بر ما میندازه. یعنی تا وقتی که دی دیتا تیبل رو وجود داره یک رو را گرفته دی ویریبل اتم برای ما بندازه. درست است؟ ولی اینجا می خواهیم که ریکارد ما اد بکنم. چطور؟ خب ما اولا ای دیتا تیبل خدا یا دیتا گرید ویو خدا مکمل کلیر میکنم. کل رویش پاک میکنم. اگر دی کدام ریکارد باشه تا که او از بین بره. ای چی فایده داره وقتی که ما بار بار بالای ازی کلیک میکنیم او ریکارد ها سر به سر اد میشن. ما میگم نه اگر پیشتر دی ریکارد باشه او باید پاک شوه. سو فار دات پیش از ما چی میکنم که tbl teachers dot rows dot clear او باید پاک شوه. درست است؟ که clear is a method not a property بیشکل. ولی وقتی که ما یک رو را از این دیتا تیبل خود میگیریم ما در این دیتا گرید ویو خود یک رو را باید اضافه کنیم. او را چطور میکنیم که فرضاً من یه نوشته میکنم که دیتا نام دیتا گرید ویو ما کی است tbl teachers dot rows dot add. add چی میکنه اینجا ببینین یک رو را در این دیتا گرید ویو اضافه میکنه و هر رو را که اضافه کرده نمبری او رو را برای ما ریتان میکنه. بشکر. اگر روی اول اضافه کرد ایجا برای ما ریتن میکنه یک. اگر روی دوم اضافه کرد برای ما ریتن میکنه دو. بامی ترتیب و هر نمبر روی که ریتن کرده مورد یک وریبل ذخیره میکنیم. درست است؟ ولی بار اول کرن میشه یک رو اضافه میکنه، بار دوم کرن میشه دوم، بار سوم کرن میشه سیوم رو اضافه میکنه. ولی در همون رو ما میخواهیم که در کالمی مربوطیش یک ریکارد یک ویلیو انزرت کنم. او را چطور کرده میتونیم که بگویم که تیبل تیچرز یعنی که نامی دیتا گرید ویو در یک رو دات روز در یک روی مربوطه چون زیاد رو باشن it creates an array of rows در کدام رو همو روی که نو اد کردیم که نمبرش دی این این انداختیم در این نمبر رو دات در یک رو ما مختلف کالوما داریم سلا داریم در کدام سل دات سلز اینجا ما نمبر سل میتونم فرضاً میگم که در سل نمبر صفر یعنی که اگر از این طرف ما شروع میکنیم این سیریل نمبر که میشه در روی اول در روی دوم در روی سوم سل نمبرش چی میباشه کالوم نمبر صفر این میشه نیم یک این میشه دو سه با می ترتیب در سل نمبر صفر میخوایم که دات ویلیو برش اساین کنم ویلیو چی است هر ویلیوی که ما میدیم فرضاً ما میگم که چون سیریل نمبر گرفتیم ما یک فیکس ویلیو از اینجا میتونم 1 سیف درست است؟ همه قسمی را میمانم و ایران میکنم شما ببینید که چی میایه بریم add teachers load data okay invalid object tbl teachers نو اینا ما شاید غلط گرفتیم let me check نام data grid view ما چی بود tbl teachers it's correct میایم در کود خب ای شاید غلط باشه tbl teachers select static from tbl t خب اینجا غلط است اینجا در دیتابیز ما اشتباه داریم t e r اینجا یک r اضافه است سو اینجا ما باید که با مو شکل نوشته کنم teachers now let's start add teacher شو ریکاردز اینجا ببینید در دیتابیس هر تعداد ریکاردایی که داریم به همو تعداد رو کرییت شدن به خاطر اینکه اینجا ما چی را نوشته کردیم اگر پایین بیایم اینجا فور ایچ
data table dot rows در database هر قدر روی که ما داریم یک یک گرفته در این آیتم پرده و body loop تکرار کنیم. در body loop ما چی کردیم؟ ما گفتیم که هر بار که یک رو از database گرفته میشه در اینجا در این data grid view برای ما یک رو اضافه شوه و نمبری او رو در این variable بیایم. درست است؟ باز ما چی گفتیم که به همی تیبل نامش را گفتیم به همون رو که ما اضافه کردیم به اون رو به اون تیبل در سل نمبر صفر ویلیوش چی باشه؟ یک فیکس ویلیو یک دادیم. اینجا ببینیم با کلش یک 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 میایم. اگر ما بگویم که یک دو سه چهار پنج بیایم باز ما چی کردم میتونیم ما یا استاپ میکنم از لوپ بیرون ما یک ویریبل میگیرم فرضاً انتیجر سیریل نمبر مساوی با صفر میکنم. اینجا در داخل لوپ از بجای یک چی را میخوایم بکنم؟ پلاس پلاس سیریل نمبر. صفر است در داخل لوپ که میاد یک میشه باز دو میشه باز سه میشه باز چهار میشه. و چون اینجا ما ویلیو سترینگ تان آسین کرده میتونیم ایره ما کنورت میکنم با سترینگ چون یک انتیجر ویلیو است. آلی ببینیم. Start. Add teachers show all یک دو سه چهار پنج به می ترتیب تا نو در دیتابیس ما شاید مکمل نو ریکارد داشته باشیم. ما تنها نو ریکارد داریم. اگر دا ریکارد می بود ای دا بار تکرار می شود. خب ای را خب ما فکس یک دو سه دادم آلی نیم و فون و ایمیل و ای چیزها را از کجا بگیریم؟ از اینجا ما آمده می تانم و گفتم می تانمش که از اینجا بیاییم ویلیوی دیگه را که ما اضافه می کنم ببینیم طریقش TBL teachers نام grid view ما dot روز در کدام رو هر روی که اینجا اد کردیم بار اول روی اول باز روی دوم باز روی سوم نظر به لوپ نظر به تعداد روی که از دیتابیز میگیره مطلب init row dot cells در کدام سل اگر اینجا ما بیایم اگر ای صفر باشه نمبری کالم نمبری سل صفر باشه از ایره نمبرش یک میشه من برش میگم که در سل نمبر یک dot value میخوایم سیت کنم value چی باید باشه از دیتابیز ریکارد که گرفتیم نام کالمش می خواهیم اینجا دیسپلی کنم از دیتابیز ریکارد که گرفتیم یک یک رو را ما در ای ویریبل آیتم در ای دیتا روی آیتم می مانیم سو وات آی کن دو ایز که ما از آیتم کدام فیلد بگیرم فیلد که یا نام ایک دیتابیس کالمی که نیم باشه اینجا ببینید نام دیتابیس ما چی است نیم و این نیم که گرفت ما با سترینگ تبدیل کنیم dot to string بخاطر که اینجا ما تنها سترینگ ویلیو مانده میتونیم let me start it and now add teachers show all records اینجا ببینید کل نام از دیتابیس اینجا گرفته میاد با می ترتیب کل ریکارد ها را ما اینجا انداخته میتونیم یعنی که ما بیایم بگویم که باز با TBL teachers با رو همون روی که نو اد شده است dot cells با سل نمبر دو dot value که بخوایم اد کنم از item variable کدام کالم ها میگیریم بعد از نام کالم فون نمبر ها میگیریم فرضاً ما یه نوشته میکنم که فون نمبر و او را با string تبدیل کنیم dot to string کاستومایزیشن که ما میخواستم براتون بگویم ای است که یکی خو ما از اینجا نام کالما رو بدل خود ماندیم ترتیب کالما رو بدل خود ماندیم و اینجا ما میتونم که نظر با مو کالما کاستومایز کنم کدام کالما نشان میتم کدام نمیتم یا کدام و کدام شکل نشان میتم درست فرمتینگش کلش به دست ما است پیش که ما کرده بودیم فقط دیتا سورس به دیتا تیبل اساین میکرد دیتا گرید ویو اساین میکردیم و هر چیز که در دیتابیز می بود او را تنها سپیت اوت میکرد اینجا ما نظر به فرمتینگ خود ایره هر قسم که بخوایم سیت کرده می کنیم فرضاً همه قسم من ایره کاپی میکنم و برای کل فیلد ها ایجا پیست میکنم درست است؟ در دیتا گرید ویو ما در سل سیوم سل دوم بعدن سل سوم سل چهارم پنجم ششم و یم هفتم چی چی را داریم سل یک صفر یک دو سی ایمیل است چهار دیت است از اینجا در سل سوم ما کالم ایمیل دیسپلی می کنیم در سل چهارم کالم دیت دیسپلی می کنیم و بعدن در سل پنجم جندر سلری و دیپارتمنت So,
The fifth is gender, and the sixth one is salary, and the seventh one is departments. There is this. Diga kela modar in both departments remarks us. So I'll add one more. Wamigum ki dar sele hashtum ma value remarks hai jab print kare. خب اینجا اگر شما دی سیکونس و دی سل نمبر اشتباه میکنین اکسپشن رایز میشه یعنی که اگر شما سل نمبر نو ریج اد میکنین و اینجا در دیتا گرید ویو تا نو نمبر سل نباشه باز اکسپشن میاد یا صفر حساب کنین صفر یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت لاست سل هشت میاد نو نمبر سل وجود نداره سو یو کن نات دو دس بایزی یک کمی محتاط باشین ایرا ستارت میکنم و از اینجا آمده add teachers بطن هم میزنم وقتی که load بزنم ببینین کل ریکارد های ما از دیتابیس اینجا باری ما میاین و نشان میدن درست است؟ This is how we customize our fetching data into a data grid view نظر به دل خود نظر به سیکوینس خود کدام کالما رو بگیریم کدام نگیریم به شکل ما رو گرفته میتونیم اینجا بار اول این کود برتان یک کمی complicated تمام میشه کمی شاید شما بگین که زیاد دورو داره شد مگم this is the best way درست است و ما این کود چی کده میتونیم قسمی که کود انزرت کده بودیم که از این کل کود خود خلاص کنیم ای را ما در یک جنریک method میمانیم تا نا این کود ما بیرون میمانیم درست است که این کار ما پسانتر در لکچر بعدی میکنم برای این لکچر شما همی قسم پرکتس بکنیم درست است که در زیر یک بتن کل ریکارد را بگیرین و به شکل کستومایز در دیتا گرید ویو نشان بدین That's it for today.